بازیکن راه هم با تاخیر وارد زمین میشن. شده که فوت پدر بزرگوارش رو هم تسلیت بگیم. البته هوادار استقلال بندونیم این کار رو انجام دادند. ببینیم که حالا در نیمه دوم شرایط چگونه پیش میره. راهنی ها با پیراهن های زرد و سبز در سمت چپ تصاویر مشخص هستند. بازیکن راهن، بازیکن استقلال در سمت راست با پیراهن آبی. و بازی هم با سوتاوه قهرمانی از لحظات دیگه آغاز خواهد شد. یه ضربه بلند از قلب خط دفاعی از حامد نور محمدی در سمت مقابل صادقی ضربه میزنه. امیدواریم در نیمه دوم بازی قشنگتری رو نسبت به نیمه اول شاهد باشیم. انتظارها از تیم استقلال در نیمه اول به مراتب بیش از اینها بود. راه هم بازی قابل قبولی رو ارائه کرد. یه سانت دیگه بروی دروازه، فرصت برای بازیکن استقلال و توپی که در اختیار رودباریان قرار میگیره. چیزی نمونده بود که روی این سانتر پای چپ از کنار زمین با شونه ضربه رو زد آرش برهانی و نتونه ضربه سر به توپ بزنه. محمود فکری با فرهاد مجیدی صحبت میکنه. ببینیم از چه دقیقه به زمین مسابقه خواهد رفت. آرش برهانی از کنار زمین حرکت میکنه. جباری رو به عقب، راه بسته است، برمیگردونه دوباره جایی که منتظری هست. برهانی یک بار دیگه خود آرش پاس میده و حرکت میکنه، صاحب توپ هم میشه. زیبا کار میکنه آرش برهانی. سان بره دروازه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. هوار حساب کار رو 1-0 میکنه روی کار قشنگ آرش برهانی و سانتر فوق‌العاده‌ای که برای دروازه انجام داد. مثلا دو بازیکن در محوطه جریمه داشت، توپ از بالای سر سه ساله‌ای که رد شد، هوار اونجا بود که دروازه را باز بکنه. این مثلث تهاجمی استقلال نتیجه میده کارش. سانتر برهانی و ضربه تمام کننده از هوار، ضمن اینکه به هر حال سه ساله‌ای هم حضور مثبتی در مقابل دروازه‌اش و باعث شد که حواس بازیکن راهن معطوف به او بشه و در نهایت هوار استفاده کرد و روی تیر دو ضربه آخر رو وارد کرد. خب استقلال 1-0 در آغاز نیمه دوم جلو میافته تا بازی شور و حال دیگه ای بگه در ورزشگاه آزادی. استقلال در جام حذفی هم هنوز شانس قهرمانی دارن، هرچند کارشون خیلی سخته و باید در نیمه نهایی در خانه ملوان انزلی بازی بکنن. خط حمله استقلال 45 گله میشه، سومین خط حمله این فصل محسوب میشه خط حمله استقلال. بعد از تیم‌های سپاهان و فولاد و البته راهن ضعیف‌ترین خط حمله لیگ رو داره با فقط 24 گل زده. ضربه آزاد برای بازیکنان راه آهن. ظاهرا استقلال در بازی‌های راحت‌تر به گل میرسه که کمتر حمله میکنه. در بازی قبلی مقابل ترکتور که اون هم حمله کردن نتونستن بازی رو ببرن و باختند، اما در این مسابقه که یکی دو تا حمله بیشتر نداشتن به گل رسیدن، مثل بازی با تیم پرسپولیس که خیلی مختصر و مفید بازی رو بردند. بازی در اون سمت زمین در جریانه. ابوذر رحیمی توپ رو پاس داده بازیکن استقلال. هوار یه پاس برای مجتبی جباری، ضربه این بازیکن که راحت در اختیار رودباریان قرار میگیره. آی تارتار که از کنار زمین با نیمکتش در ارتباطه با حمید متحرک چهرهش رو میبینید، احتمالا تعویضی رو در دستور کارش قرار خواهد داد.
پاشایی یک بار دیگه زارعی پیشروی میکنه پشت محوطه جریمه امنه کار خوب بازیکن راهن عبدی متوسل زاده پا عوض میکنه حالا موقعیت برای یاران راهن ضربه بهادر عبدی که با اختلاف زیاد به بیرون میره صحبت میکنه محمد محمدی با صادقی نگاه کنیم این حرکتی که انجام میده بهادر عبدی ولی ضربهش با اختلاف بسیار زیاد به بیرون رفت آشوبی آرش برهانی مجدداً در میانه زمین موقعیت برای محمود امنه توپ رو پاس میده خودش حرکت میکنه بهادر عبدی میاره به سمت راست امنه عبدی بازی روان یاران راهن پاشایی پشت محوطه جریمه دوباره عبدی توپ رو بایی میکنه آشوبی کار زیبای جباری توپ رو به موبلی میرسونه آرش برهانی خطایی روش اعلام نمیشه حالا موقعیت برای بازیکن راهن آفسایدی هم در کار نیست بازم حرکت عرضی از متوسل زاده که توپش به باجلان نمیرسه و به بیرون میره امنه هم در سمت راست حرکت کرد که به او هم توپ نرسید امیر آبادی پاس بلند برای سید صالحی یاران استقلال عقب رفتن و دارن کار دفاعی انجام میدند میرهانی هاشمی بازی مستقیم از او صادقی خود صادقی پوشش میده امیرآبادی عمرانزاده مجبور میشن بالاخره دفع توپ بکنن بعد از چند پاسی که به هم دادن در دفاع جباری ایمان موبلی پاس خوب به پشت مدافعان برای آرش برهانی به اون نمیرسه لب خط منتظری جباری رو میبینه استرالیا خوب از دفاع به حمله میان دوباره موبلی درگیری بر سر توپ رو بازیکن راهن میبرند میرهانی هاشمی اون طرف زمین پاس رو به عقب از زارعی راهن اگر این بازی رو واگذار بکنه وضعیتش در جدول رده‌بندی بیش از پیش به خطر میافته استیراز این 24 امتیازی در آخر جدول پیکان با 29 امتیاز پایین‌تر از راهن شهرره قرار داره یک بار دیگه پشت محوطه جریمه یک بازیکن از تیم استقلال تعادلش رو از دست میده که آرش برهانی بود ولی داور خطایی رو نمیگیره امنه خوب داره بازی میکنه محمود امنه تکل خوب از آشوبی موبلی و پرتاب برای بازیکنان استقلال بازی رو آروم میکنن استقلالی ها در این لحظات فردا چند مسابقه حساس در لیگ برگزار میشه بازی شاهین بوشهر و فولاد هم برای شاهین بوشهر از اهمیت زیادی برخورداره همینطور پیکان در مقابل صنعت نفت که دیگه از مسافه تیم‌های پایین جدول هست به هر پیکان هم خطر سقوط رو به شدت حس میکنه در سمت راست زمین یک حرکت از ریکاردو میاره به وسط کار قشنگ او امنه ساند برای دروازه کسی نیست اونجا از تیم راهن و استقلالی توپ رو برمیگردونند باجلان توپ رو میده و حرکت میکنه امنه پاشایی رو به عقب حرکت میکنه یه دور میزنه و دفاع از جباری مشتاق جباری که چهرهش رو میبینید فقط 14 بازی در لیگ انجام داد برای استقلال در این فصل. ریکاردو توپ رو لو میده.
سید صالحی. بعد اون توپ اضافی رو از زمین بازی خارج بکنن، این کار رو سریع انجام میدن. محمود امنه، جباری براش مزاحمت ایجاد کرده، خوب در کار دفاعی ظاهر شده مشتبه جباری و حالا موفقیت هم به دست میاره و توپ رو باعث میشه نزدیک بازیکن استقلال بشه، توپی که سریع لو میدن. یک بار دیگه موقعیت برای راهنی ها، یک ضربه دیدنی که از بالای دروازه، ضربه زارعی به بیرون میره. چهره مهدی زارعی رو ملاحظه فرمودید که این ضربه رو زد و به بیرون رفت. استقلال سه‌شنبه با پاختاکور ازبکستان بازی داره، بازی برگشت این دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا که از هفته چهارم این مسابقات انجام میشه. آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم‌های ایرانی حاضر در رقابت لیگ قهرمانان آسیا که در هفته گذشته این مسابقات خوب نتیجه گرفتند. حالا بازی برگشت همون روز برگزار میشه در این هفته. حوار محمدی با پای چپ به میانه زمین، راحت توپ ایمان موبلی میرسه. پاس گل زیاد داده ایمان موبلی در این فصل. 56مین دقیقه مسابقه، راهن 0 استقلال 1، نتیجه که در بازی رفت هم به دست اومد. زارعی، امیرآبادی، دوباره محمدی، این بار بلندتر. سید صالحی در نبرد هوایی ضربه رو میزنه، نبرد در کار نبود، خودش تنهایی بلند شد باز ضربه رو زد. موبلی، او و جباری همکاری میکنند، آشوبی صاحب توپ میشه. کار استقلالی اون طرف گره میخوره، یه پاس در عمق، محمدی از دروازه بیرون میاد و این توپ رو میگیره. روی نیمکت هم دست آقای تارتار تا حدودی خالیه. جباری رها میکنه، موبلی، جباری. شایع شده بود که این بازیکن من مشکل دارن، اما در زمین که اصلا این گونه نیست و کاملا با هم همکاری میکنن و پاس خوبی هم در اختیارم قرار دادند. خب خطا برای پاشایی از آشوبی، یک کارت زرد به آشوبی داور میده. پنجمین کارت زرد این فصل فرزاد آشوبیه. راهنی از میانه زمین حرکت میکنه، رکورددار کارت زرد در این فصل کسی نیست به جز میلاد فخردینی از تیم مس که 10 تا کارت زرد گرفت، در یه بازی 2 تا کارت زرد گرفت. فعلا در صدر جدول بازیکنان اخطاری این فصل قرار داره. مجددا در میانه زمین، حوار توپ رو از دست میده. امنه، باجلان، یه پاس به فضای پشت محوطه جریمه، حنیف امروزای تعدادش رو از دست میده، خطا هم گرفته میشه، ولی محمدی هم توپ رو در اختیار گرفت. حالا محمدی احساس ناراحتی میکنه، تصویر رو ببینیم. اینجا خطا روی حنیف انجام شد و بعدش هم محمدی احساس ناراحتی میکنه، حالا برای مداوای او به زمین مسابقه میاد. فردا بازی منوان و پاس هم میتونه بازی حساسی باشه، پاس همدان و همینطور سایپا در مقابل نفت تهران قرار خواهد گرفت. یورین گده که در میانه فصل اضافه شد به کادر فنی تیم استقلال در تصویر دیده شد. محمدی از ناحیه دست احساس ناراحتی میکنه. یک برسه به استقلال جلو هست و اگر بازی رو ببره صاحب 55 امتیاز میشه. آقای تارتار که در کنار آقای نیکچو قرار داره، سرپرست تیم، بله ظاهرا موبایل به این خاطر در اختیار آقای نیکچوه که کاملا
او با نیمکت تیم راه آهن در ارتباط باشه و آقای تارتار راحت بازی رو تماشا کنه. فندوکات رو احتمالا میگه با آقای نیکچو که او با نیمکت در میون بگذاره. این همون صحنه ای که برخورد اتفاق افتاد و محمد محمدی آسیب دید و الان هم که مسئولیتش برطرف شد و بازی رو ادامه میده. ضربه بلند از محمد محمدی. سید صالحی در پی توپ. خود سید صالحی دخالت میکنه و ضربه دروازه. فعلا از اومدن فرهاد مجیدی هم خبری نیست. یک ساعت زمان بازی میگذره. یک برصف استقلال جلو هست در مقابل راهن. یه سانت دیگه که با اختلاف زیادی به فضای پشت دروازه میره. محمد محمدی باید بازی رو شروع کنه. دروازه‌بان 32 ساله تیم استقلال که از مدرسه فوتبال پاس بازیشو شروع کرده، بعدم به سایپا و برق و پرسپولیس و پیکان و استیلازین رفته، بازی رو به گردش انداخت و داور آفساید بازیکنان استقلال رو اعلام میکنه. یه ارسال بلنده دیگه. امیرآبادی ضربه سر از حوار. جباری، حوار دوباره برای جباری. اگر به توپ برسه این اتفاق میفته، خود جباری، ولی توپش رو محمود امنه با جنگندگی خاصی میگیره. تکل بلند از صادقی. جباری تعارف میکنه به سید صالحی و سید صالحی توپ بر نداشت. یه بار دیگه موقعیت، امیرآبادی با سر برای محمد محمدی. بعد از اینکه استقلال به گل دست پیدا کرد، دوباره این راه هم بود که بازی رو در اختیار گرفت. در واقع استقلال فقط چند دقیقه حمله کرد، در همون شروع نیمه دوم به گل رسید و دوباره روند بازی یه جور دیگه شد و راهنیا بیشتر صاحب توپ بودند. سید صالحی، آشوبی، جباری، موبلی، عمران زاده، محمدی. یک بار دیگه ضربه بلند محمد محمدی. آفساید. برهانی در آفسایده. یه ضربه بلند از میرهانی هاشمی. خب ضربه آزاد برای تیم راه آهن پشت محوطه جریمه در یک موقعیت مناسب. ببینیم بهادر عبدی ضربه رو میزنه یه بازیکن دیگه. عبدی نشون داده که مهارت زدن این ضربات رو به دست آورده. دیوار دفاعی تیم استقلال شکل میگیره. 31 متر فاصله توپ با مرکز دروازه است. باید دید که چگونه به توپ ضربه میزنن یاران راهن. این ضربه که با فاصله زیاد از روی دروازه به بیرون میره. ضربه که بهادر عبدی زد و با اختلاف نسبتاً زیاد از بالای دروازه استقلال عبور کرد. محمد محمدی یه ضربه بلند به زمین تیم راه آهن. دوباره توپ میاد به دفاع استقلال و یه زیر توپ دیگه این بار از صادقی. دوباره یاران استقلال صاحب موقعیت هستن پشت محوطه جریمه. منتظری، سید صالحی، حوار،
سانتر هوار به دروازه، موقعیت برای بازیکن استقلال و توپ بیرون میره. برای لحظاتی منتظری از دفاع جدا شد و جلو اومد، اینم ضربه است که به توپ میزنه. پژمانه منتظری دو گل در این فصل به ثمر رسونده، عمرانزاده هم دو گل زده. عجم مدافعان استقلال اونا دو تا گل زدن، صادقی هم یه گل زده. ایمان موبلی کماکان پرویز مظلومی به ترکیب تیمش دست نزده و با همون بازیکن‌ها استقلال بازی رو داره ادامه میده، همون کاری که مهدی تارتار هم انجام داده. البته خب دست تارتار نسبت به پرویز مظلومی خالی تره. استقلال محسن یوسفی رو هم داره روی نیمکت. یک بار دیگه متوسل زاده، حرکت او به پشت محوطه جریمه، توپ اونجا گیر میکنه بین بازیکنهای دو تیم. هوار، جباری، استارت سریع آرش برهانی اگر در آفساید قرار نگیره، پاس آروم جباری، حالا برهانی، ضربه برهانی، دوباره خودش میتونه صاحب توپ بشه که اتفاق نیفتاد. پاشایی امنه، تکل خوب از آشوبی و بعد پژمان منتظری داور آوانتاژ میده، تعادل امنه به هم خورد. 65 دقیقه زمان بازی میگذره، استقلال 1-0 از راه آهن پیش هست. استقلال به دنبال 15 برده این فصلشه. حرکت خوب امنه، پاس عمقی خوب درون محوطه جریمه، موقعیت عبدی، چرخش قشنگ اما ضربش رو به کنار دروازه زد. بهادر عبدی خوب بود کاره تیمی یاران راهن، اینجاست که خوب میچرخه اما هدفگیریش درست نبود. ضربه از محمدی، هوار، ابوذر رحیمی، اون سمت زمین پرتاب برای بازیکن راه آهن. برهانی، جباری، آشوبی و جباری همکاری میکنند، البته آشوبی نه، موبلیه که این کار رو انجام میده. موبلی میاره به سمت راست که اونجا توپ رو ابوذر رحیمی ناقص دور میکنه. بهادر عبدی، خطایی در کار نیست و بازی ادامه پیدا میکنه. دخالت میکنه ایمان موبلی، بازی متوقف شده، ادامه خطا. کمک داور دوم مسابقه رو میبینید، آقای محسن فریمانی. اینجاست که خطای آرش برهانی گرفته میشه. تعداد خطا 15-7 کشو 16-7 با این خطایی که الان انجام شد. یه ضربه بلند به پشت محوطه جریمه، متوسل زاده، تو به بیرون رفت و از کنار دروازه تیم استقلال بازی باید شروع بشه. محمد محمدی باید این کار رو انجام بده. حمید علیدوستی بود که در 18 سالگی در سایه ها بهش اطمینان کرد و به او بازی ثابت داد. جباری، آرش برهانی منتظره که بازیکن‌ها بهش نزدیک بشن. جباری، آشوبی، جباری، یک بار دیگه جباری و هوار هماهنگی میکنن. ضربه جباری که یک بازیکن از تیم راهن در مسیر توپ او قرار میگیره، موقعیت خوبی بود که برای استرالیا از دست رفت. محمود امنه راه او رو میبندند. پاشایی در میانه میدان، موبلی، دوباره جباری رو خوب میبینه، پاس عمقی، موقعیت برای سید صالحی و عکس العمل زیبا از رودباریان. ضربه زمینی سید صالحی رو به هر ترتیب بود مهار کرد.
جباری، استقلال برای لحظاتی هجومی بازی میکنه، یه برای یه موقعیت برای استقلال و آرش برهانی که بازن در آفساید بود. دقیقه 70 مسابقه داره پایان میرسه. راهن 0 استقلال 1. دیداری از هفته 30 رقابت‌های لیگ برتر، لیگ دهم که در ورزشگاه آزادی انجام میشه. لیگی که به جز این هفته فقط 4 هفته دیگه باقی مونده. یک بار دیگه صحنه رو مرور بکنیم. لحظه که آفساید اعلام شد، یه مقدار مشکوک بودیم. آفساید بر ترتیب پرچم کمک داور بالا رفت. حنیف آبرانزاده، منتظری، جباری، منتظری، آشوبی، جباری، خوب داره بازی میکنه جباری، موقعیت از سمت راست داره ایجاد میشه برای استقلال، پاس به بیرونه که آرومه و به هوار نمیرسه. خود مشتبه جباری پشت منطقه جریمه صاحب توپ، خوب بازی گردانی میکنه در تیم استقلال. موبلی، ضربه او به روی دروازه که در اختیار رودباریان قرار میگیره. ضربه بلند از رودباریان، متوسل زاده به این توپ نمیرسه. اگر رزاقی راد رو در این مسابقه داشتن وضعیتشون بهتر بود راهنی ها، اما خب او هم این بازی رو به خاطر سختاره شدن از دست داد. خب بازی متوقف شده. ظاهرا اونجا درگیری بین بازیکن‌ها صورت گرفته و پاشایی که جریمه شده. زارعی با داور صحبت می‌کنه. هنوز پاشایی داره اعتراض می‌کنه، کارت زرد رو گرفته. کارت زرد 1-3 البته. در نیمه اول به نظر میاد دو تا کارت زرد گرفتن. حالا برای اون چیزی که در داور ثبت کرده مهمه. یک ضربه سر میتونست بزنه اونجا، برهانی تو بلند بود برای او. بازم چهره حمید مطهری رو برای لحظات ملاحظه فرمودید. در تیم امید کشورمون بازی کرد، در تیم ارتش کشورمون هم بازی میکرد، در کشاورز هم سابقه عضویت داره. تغییری در ترکیب تیم راحت تا لحظه دیگه انجام خواهد شد. محمود امنه، ریکاردو، خود ریکاردو، امیرآبادی مراقبش هست. موبلی میاره لب خط اما فایده ای نداره و پرتاب برای تیم راه آهنه. اسرالیا سعی میکنن که همون یه گل رو حفظ بکنن در این دقایق. این صحنه ای که جباری خطا کرد. پاشایی پشت توپ قرار گرفته. تنظیم دیوار دفاعی از محمدی. زارعی با داخل پای چپ خوب میفرسته برای دروازه. فرصتی که بازیکنان راهن از دست دادند. ضربه به بیرون از موبلی. تغییر انجام میشه در تیم راه آهن شهر ری و میثم آقایی به زمین بازی میره. او جانشین امین متوسط زاده میشه که در نیمه اول خوب بازی کرد اما در نیمه دوم زیاد در جریان بازی دیده نمیشد. ببینیم میثم آقایی چه خواهد کرد.
یه گل هم در این فصل به ثمر رسونده برای تیم راه آهن. درگیری کنار زمین، بهادر عبدی همچنان موفق روی زمین افتاده، امیرآبادی و خب کوردر هم به دست نمیاد و بهادر عبدی دو بیرون میزنه. امیرآبادی گوشه زمین روی زمین افتاده و بازی به همین علت متوقفه. خب بالا میشه بازی رو دنبال میکنه امیرآبادی. محمدی ضربه بلند، جباری پاس در عمق که فاصله زیادی با آرش برهانی داشت. توپ از روی سر صادقی عبور میکنه ولی به محمدی میرسه. یک برسه به استقلال. تغییر بعدی در تیم راهن ورود حسین کوشکی است. حسین کوشکی که در تیم جوانان استقلال بازی کرده، یه مدت تیم بزرگسالان استقلال بازی می‌کرد البته. برهانی، آشوبی، جباری می‌بره به راست. تعداد پاس‌های یاران استقلال در نیمه دوم بیشتر شده. یک سانتر بلند، موقعیت برای بازیکن استقلال، تو برگشت داده میشه. عبدی یه پاس چیپ پشت محوطه جریمه، فرصت داره بازیکن راهن و عکس العمل عالی محمدی که نگذاش دروازه تیمش باز بشه. یه گل رو خرید با این خروج. حالا توپ دستش خورده یا نه در تصویر آیسته شاید مشخص بشه. امنه، یه اشتباه این زدمه میتونه خطرناک باشه برای تیم راهن. جباری تو به سه سالهی نمیرسه. اگر اونجا آرش برهانی بازی بکنه در نوک روی این توپای عمقی میتونه خطرناکتر باشه برای دروازه راهن تا سه سالهی که سرعت زیادی نداره. آشوبی هنوز تغییر در تیم راهن انجام نشده و کنار زمین حسین کوشکی منتظره که اجازه ورود بهش بدند و بازی متوقف بشه. آشوبی، صادقی کاپیتان استقلال، جباری، آشوبی، موبلی، برهانی، حوار، منتظری، موبلی، منتظری، دوباره موبدی، منتظری به جباری. یه پاس خوب به سمت راست، حرکتی که بازیکن استقلال خوب طراحیش کردند ولی در نهایت خطری متوجه دروازه تیم راه آهن نمیشه. حالا تعویض انجام میشه در تیم راه آهن. مهدی زارعی از ترکیب این تیم خارج میشه و حسین کوشکی جای این بازیکن رو پر میکنه. این اون صحنه ای که ملاحظه میکنید، ریکاردو بود که تک به تک شد با محمدی، به نظر نمیاد توپ به دستش خورده باشه. خیلی به موقع از دروازه بیرون اومد. در نیمه اول هم یکی دو تا عکس العمل خیلی خوب دیدیم از محمدی. باجران، بازیکن تازه واردشون کوشکی صاحب توپ میشه. یه موقع امنه میفرسته برای دروازه، سانتش جالب نیست. موبلی، جباری، منتظری، جباری ظاهرا گلی که استقلال به ثمر رسوندن باعث شد که اصلا مجیدی
به بازی گرفته نشه. ببینیم در این 10 دقیقه پایانی آیا به بازی میاد یا نه. سید صالحی پرتاب تو برای بازیکن راه آهن. هاشمی رودباریان ضربه که صادقی به توپ میزنه یا پرتاب برای راهن به دنبال داره. این توپی که بهادر عبدی فرستاد به فاز پشت مدافعان استقلال، حرکت ریکاردو و خروجی که بله به دستش هم خورد در لحظه آخر. حالا در واقع تصویر آهسته رو میدیدیم این طرف یک ضربه آزاد برای تیم راهن اعلام میشه. به حال در اون صحنه که به اتفاق دیدیم توپ به دست محمدی هم خورده. حالا این ضربه به روی دروازه فرستاده میشه به وسیله باجلان. درگیری بازیکن در منطقه جریمه، موقعیت برای راهنیا در مقابل دروازه استقلال، خیلی خطرناکه این توپ که در نهایت بازیکنان استقلال توپو برمیگردونند. آیا استقلال میخواد دفاع بکنه در این دقایق آخر و از تکلش دفاع بکنید در مقابل تیم راهن؟ پاس عرضی از میثم آقایی تو بلو میره. یه فرار از سمت راست زمین. کلا بازیکنان استقلال عجله‌ای ندارن برای رسوندن تو به محوطه جریمه و با مکس زیاد حرکت میکنند. جباری، فرزاد آشوبی تک و تنها حرکت میکنه، همچنان آشوبی صاحب توپه. اون گوشه زمین ضربش رو میزنه که فایده نداره و ضربه دروازه واسه رودباریان باید زده بشه. چهره فرزاد آشوبی رو در تصویر ملاحظه فرمودید، بازیکن 30 ساله تیم استقلال که از مثل کرمان اومد، سابقه حضور در تیم‌های عقاب و پرسپولیس هم داره، یه مدت تیم استرادا بازی می‌کرد. بازیکنی که متولد شهر ری هست، همون جایی که قرار تیم راهن به اونجا تعلق داشته باشه. ولی معلومه این اتفاق چه موقعی خواهد افتاد. پرتاب از امیرآبادی. سید صالحی حرکت می‌کنه. اون طرف آرش برهانی منتظر سانتر اوست. سید صالحی کناره زمین با توپی که استرالی و بعد اون رو به گردش در بیارن. حامد نور محمدی معتقد روش خطا انجام شده. هر دو بازیکن یه جورایی از دستشون استفاده کردن اما کورنر شد، تو به پای نور محمدی خورد. ضربه کورنر رو کوتاه میزنن. موبلی سومین ضربه کورنر بازی است. ضربه نه چندان جالبی که در خیلی رودباریان قرار میگیره. کلا بازی زیبایی رو شاهد نبودیم. این بازی میتونست خیلی از اینا تماشایی‌تر و جذاب‌تر باشه. به هر حال استقلال به دنبال سه امتیازش بود که داره بهش میرسه، هرچند که هنوز 7 دقیقه فرصت باقی مونده و باید ببینیم که راه هم میتونه جبران بکنه یا نه. برهانی حوار ظاهرم پرویز مظلومی نمیخواد تغییر رو در تیمش انجام بده. امیرآبادی آشوبی یک بار دیگه. جباری آشوبی موقعیت برای حوار با پای چپ ضربه رو به بیرون میزنه. با اختلاف زیادی هم ضربه حوار مولا محمد به بیرون رفت. پرتاب برای بازیکن راهن. فریادهای محمود فکری رو دیدیم. خطا
پشت محوطه جریمه خطا انجام میشه به روی بهادر عبدی، خیلی قشنگ عبور کرد از صادقی که با خطای او متوقف شد. ضربه آزاد برای راهنی ها، باجلان پشت توپ قرار گرفته. ببینیم از این ضربه شروع مجدد آیا میتونن استفاده بکنن یا نه. خطرناک به نظر میرسه موقعیت توپ. باجلان بلند میزنه به روی دروازه و استقلال توپ رو دور میکنند. ضربه سر رو برهانی میزنه. دوباره باجلان یه نگاه میندازه به سمت محوطه جریمه و بازم خطا، این بار خطای فرزاد آشوبی. سری بازی رو شروع میکنن، یک شلیک دیدنی و بازم محمدیه که توپ رو روانه کورنر میکنه. داشتن غافلگیر میکنن خط دفاع تیم استقلال رو. خوب بازی کرده محمد محمدی، همینطور بهادر عبدی که از بهترین های این مسابقه بودن. هر دو بازیکن نسبت به موقعی در پرسپولیس بازی میکنه خیلی بهتر داره بازی میکنه بهادر عبدی. کورنر رو آقایی میزنه به روی دروازه استقلال روی تیر دو و عمرانزاده توپ رو به بیرون فرستاد. ضربه کورنر برای تیم راه آهن در این دقایق پایانی. بالاخره به ضربه کورنر هم میرسند. امنه کوتاه کار میکنه، خود او در رفت و برگشت. ساندر دروازه، موقعیت به بازیکن راهن که فایده نداره. هوار، موقعیت ضد حمله برای استقلالی ها. اگر آرش به توپ برسه که این گونه نمیشه و برهانی تو کنترل کنه توپ رو. خب نبود توپی که هوار فرستاد، به فضا نفرستاد، دقیقا فرستاد جایی که آرش برهانی رو دید. پاشایی، صادقی ریسک نمی کنه، توپ محکم دور میکنه. پرتاب برای بازیکنان راهن. واقعا راهن خوب بازی کرد، هرچند داره بازی رو واگذار میکنه اما واقعا اون رو خوب بازی کرده. صادقی احساس ناراحتی میکنه. بازی متوقف شده تا به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی بشه. یک بار دیگه به این موضوع اشاره بکنیم که فردا تراکتور سازی با سپاهان بازی میکنه ساعت 17 و ساعت 19 هم پرسپولیس و استیلازین. آقای مظلومی به داوری اعتراض داره. این صحنه برخورد ریکاردو و صادقیه که داور ضربه آزاد رو به نفع تیم راهن گرفت. این بار خود آقای تارتار مستقیم با گوشی صحبت میکنه. بازیکن مصدوم استقلال صادقی رو بعد به بیرون انتقال بدند. شاید این مصدومیت باعث بشه در لحظات پایانی هادی شکوری به میدان بیاد. اما یه چپا میخواد ضربه رو بزنه. این بار دفعات قبل که باجلان زد فایده نداشت. ببینیم ابوذر رحیمی چه خواهد کرد. خطاهای استفاده خیلی زیاد بود، 20 بار خطا کردن. ابوذر رحیمی سانتر بلند برای دروازه، موقعیت و بازم محمد محمدی که توپ رو میگیره. خوش درخشید در این مسابقه محمدی. فعلا استقلال با سه مدافع داره کار رو ادامه میده تا صادقی وضعیتش مشخص بشه. امیرآبادی زیر توپ میزنه. ببینیم آقای مظلومی چه موقعی بازیکن جانشین رو میاره. اینکه صادقی بازی باز خواهد گشت. شریک دیگه از راه دور و محمدی. خود محمدی بلند میفرسته. در ضد حمله موقعیت برای بازیکن استقلال. پشت منطقه جریمه. حالا برهانیه که بین بازیکن راهن حرکت میکنه. خطرناک به نظر میسوبش رو میگیرند. استقلال با 10 بازیکن داره در 90مین دقیقه بازی ادامه میده. بالاخره آقای مظلومی تصمیم میگیره که هادی شکوری رو از نیمکت بلند بکنه و با کنار زمین بیاره.
موقعیت برای بازیکن راهن، یه بار دیگه ضربه که از کنار دروازه بیرون میره. بازم محمدی با مدافعان تیمش صحبت میکنه که راحت میگذارن بازیکن راهن شوت بزنند برای چندمین بار که اتفاق میفته. اینم اون صحنه‌ای که به هر حال تاثیرگذار بود در جریان مسابقه. اگر داور اینجا اخراج میکنه محمدی رو، وضعیت استقلال به خطر میافتاد. صادقی کاپیتان استقلال در 90 این دقیقه مجبوره که اینجوری زمین بازی رو ترک بکنه و شکوری جاش رو پر میکنه. تنها تعویض پرویز مظلومی که تعویض اجباری بود در این مسابقه. واقعا راهنیا شایسته بودن در این مسابقه. در وقت تلف شده مسابقه است، 5 دقیقه وقت تلف شده اعلام شده. فرصت برای راهنی ها که این ضربه رو هم بعد میزنن. امنه بازیکن استادش تماشا میکردن. آشوبی هوار نگه میداره. جباری موقعیت ضد حمله برای استقلال، این پاسا رو میخواد آرش برهانی که بهش میدن. بالاخره برهانی 3 ساله منتظر توپه، حالا برای 3 سالهی توپ آرش برهانی محکم بود. 3 سالهی حالا به توپ میرسه. هوار قشنگ کار میکنه، میخواد عبور بکنه از مدافع مقابلش، توپ از خط رد میشه. رودباریان ضربه رو بلند میزنه به کناره های میدان. بهادر عبدی عالی داره بازی میکنه، چه استوپی کرد لبه خط، همه هم داره جا میکنه. رودباریان بهادر عبدی این هفته قابل مقایسه نیست با بهادر عبدی که در تیم پرسپولیس سراغ داشتیم، موقع بازیکن محبوب افشین قطبی بود که خیلی میگفتن اگر افشین قطبی مربی پرسپولیس نبود به او بازی نمیرسید. به هر حال دوباره بهادر عبدی سانتر خوب برای دروازه، فرصت برای بازیکن راهن. حالا این توپ برگشتی رو ببینیم چگونه استفاده میکنن. میرهانی هاشمی تا اونجا جلو اومده و یه ضربه کورنر برای راهن. اکتفای استقلال به یه گل داره برای اونا گران تموم میشه. بجوری تحت فشار تیم استقلال. تصویر آیستر رو هم دیدیم، کورنراش رو 3-3 و توپی که راحت در اختیار محمدی قرار میگیره. هواداران استقلال برشگاه رو تک نمی کنند، وایستادن تا این چند دقیقه آخر رو هم ببینند. مسلماً ترافیکی در کار نخواهد بود چون تماشاگر اصلا زیاد نیست. یک بار دیگه موقعیت از کناره ها. راهنیا به دروازه استقلال نزدیک میشن. سید صالحی میجنگه بر سر توپ. امنه جباری یه دور میزنه دوباره برای سید صالحی که بهش نمیرسه. یه رفت و برگشت توپی که در اختیار میثم آقایی قرار میگیره به فضای پشت منطقه جریمه باجلان روی توپ اثر میگذاره و آشوبی که توپ رو میگیره. جباری موبلی این بار پاس طولی رو میده. فرار آرش برهانی از سمت راست. بازم سید صالحی به سمت محوطه جریمه رفته. خود آرش برهانی پاس عرضی رو میده. موقعیت برای هوار با این ضربه که از بالای دروازه بیرون میزنه. دومین شوت هوار مولا محمد که با اختلاف زیادی بیرون میره. بعد از هفته های زیاد آندر لوئیس هم میخواد به بازی بیاد. او جای سید مهدی سید صالحی رو پر خواهد کرد در تیم استقلال. ورود یک مدافع و خروج یک مهاجم. سری بازی رو دنبال میکنه داور مسابقه، توجه نمیکنه به داور چهارم. مقدار بازیکن راهن بازم عبدی بود کرد که این شلیک است بالای دروازه نفسگیر به بیرون میره. چقدر شوت زدن بازیکن راهن، واقعا بدشانس بود راهن که نتونست دروازه استقلال رو در این مسابقه باز بکنه. چقدر خوب بازی کردن راهنی ها در این شرایطی که واقعا در بحران هم به سر میبردند. میثم آقایی بود که این ضربه رو زد، محکم و پرقدرت ضربه او به بیرون رفت. تعویض انجام شد در تیم استقلال و سید صالحی بیرون رفت و آندره لوئیس به میدان اومد. خب ظاهرا بازم اونجا کنار زمین مشکلی ایجاد شده.
پرویز مظلومی یکی دو بار اعتراض کرد و بالاخره بله پرویز مظلومی هم به بیرون زمین دعوت میشه توسط داور، در واقع محترمانه اخراج میشه پرویز مظلومی از کنار زمین و همینطور محمود فکری. حالا نمیدونم یورن گده و بقیه هم باید برن بیرون یا فقط پرویز مظلومی اخراج شده. حالا پرویز مظلومی اخراج نشده چون وایستاده و بازی رو دنبال میکنه. یورن گده است که بیرون میره از کنار زمین. بله پرویز مظلومی براش مشکلی وجود نیامده، ثانیه آخر رو هم دنبال میکنیم. وقت تلف شده به پایان رسیده. داور چهارم از یورگن گده میخواد که زمین بازی رو ترک بکنه، طبق قوانین اون نمیتونه اونجا بیسته. آی کمایی داشت این موضوع رو بهش متذکر میشد. هواداری استقلال منتظر است سوت پایان بازی زده بشه. استقلال بعد از این بازی 55 امتیازی خواهد شد. مرحله سوم مستحکم‌تر میشه برای تیم استقلال. پیروزی که با زحمت برای استقلال داره به دست میاد، در که راهنیا واقعا شایسته بودن در این مسابقه که حداقل امتیاز رو بگیرند. منصفانه باید گفت که واقعا خوب بازی کرد. به حال استقلال بازی رو 1-0 میبره و به این ترتیب در رده سوم جدول جای خودش رو مستحکم میکنه. در که سپاهان و ذوبان همچنان در رده اول و دوم هستن. امیدواریم که از دیدن این مسابقه فوتبال لذت برده باشید. با تشکر از تمامی همکاران مستقر در ورزشگاه آزادی و همراه با این عزیزان از حضورتون خدا